در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. در حالی که افغانستان از طرح بنامه نقشه راه صلح رو نمایی میکند، رئیس جمهور غنی میگوید که موفقیت پروسه صلح وابسته به آتش بس است. شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میخواهند که نماینده آنان نیز در نشست ترکیه شرکت کند. خواست بانوهای خبرنگار در مجموع ایست که باید خودمان نماینده داشته باشیم در نشست ترکیه. و سرگی لابروف وزیر خارجه روسیه امروز در اسلام آباد با مقامات ملکی و نظامی پاکستان روی روند صلح افغانستان ملاقات و گفتگو کرد. بینندگان محترم تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام. امروز چهارشنبه هفتم ماه اپریل سال 2021 می باشد و این برنامه همزمان در صفحه دری صدای آمریکا در فیسبوک نیز به نشر می رسد. لینا روزبه هستم، امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. وزرای خارجه روسیه و پاکستان گفتند که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نظر مشترک دارند و برای ختم جنگ در این کشور تلاش می‌ورزند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه که در یک سفر دو روزه به پاکستان رفته بود، امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که هر دو کشور توافق کردند که تلاش بیشتری را برای فراهم کردن زمینه مصالحه و ختم جنگ در افغانستان باید صورت بگیرد. محمد احمدی در مورد گزارش می‌دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد برای گفتگو در مورد روند صلح افغانستان و سایر مسائل دیدار کرد. وزیر خارجه روسیه امروز گفت که مسکو و اسلام آباد در خصوص رسیدن ثبات در منطقه ناآرامی که جنگ در افغانستان و منازعه بین دو کشور هسته‌ای هند و پاکستان جریان دارد، برای یافتن یک همزیستی صلح‌آمیز هم نظر می باشد. ما توافق کردیم که نیاز است تا بیشتر زمینه را برای طرفهای دخیل در منازعه افغانستان برای رسیدن به یک توافق تسهیل بخشیم که به پایان جنگ داخلی مبتنی بر گفتگوی سیاسی همشمول بیانجامد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت مسکو و اسلام آباد در خصوص خیلی مسائل افغانستان دیدگاه مشترک دارد. ما همچنان درباره وضعیت افغانستان نیز بحث کردیم. امروز روسیه و پاکستان روی خیلی مسائلی که در رابطه با افغانستان بحث می شود دیدگاهی مشترک داریم. ما هر دو علاقمند به برگشتن صلح و ثبات هستیم و همکاری خیلی خوبی در این باره وجود دارد. ما همچنان با وخامت وضعیت امنیتی در برخی از نقاط افغانستان و از افزایش فعالیت دهشت افغانی و مواضع داعش در شمال و شرق این کشور نگران هستیم. سرگی لاوروف همچنین امروز در اسلام آباد با عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. این اولین دیدار وزیر خارجه روسیه از پاکستان در 9 سال گذشته است و در یک زمان حساس برای افغانستان صورت گرفته است. افغانستان پیشرفت اندکی در مذاکرات صلح داشته و ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی نیز نزدیک شده است. اکنون روسیه در مورد ثبات افغانستان هم مرز با آسیای مرکزی در حالی نگران است که ایالات متحده در صدد خروج نیروهای خود از افغانستان در جنگ علیه طالبان است. سرگی لاوروف در دومین روز سفرش به منطقه همچنین از ایالات متحده به خاطر آنچه او پالیسی های منقسم کننده خواند انتقاد کرد، اما جزئیات ارائه نکرد. در حالی که واشنگتن توافقنامه ای را که بیشتر از یک سال قبل با طالبان امضا کرد بررسی می کند و در خصوص خروج سربازانش به تاریخ اول ماه می غور می کند، مسکو تلاش دارد در مسائل افغانستان نقش‌آفرینی کند و به حیث یک نقش‌آفرین قابل توجه ظاهر شود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه را با گزارشی از افغانستان ادامه می دهیم. در ادامه آمادگی ها برای نشست استانبول، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که هدف او ختم جنگ 42 ساله در آن کشور است، نه صلحی که مقدمه یک جنگ دیگر را فراهم کند. آقای غنی که طرح صلح سه مرحله ای حکومتش را تشریح می داد گفت آماده است که برای کشورش قربانی بدهد ولی هرگز تسلیم نخواهد شد. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید مذاکراتی که برای ترتیب اجندای نشست استانبول در قطر ادامه دارد تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. سید حسیب مودودی از کابل گزارش میدهد.
قطر میزبان مذاکرات آمریکا و طالبان و مذاکرات صلح بین الافغانی از چند بدین سو از گفتگوهای میزبانی میکند که برای تهیه و ترتیب اجندای نشست استانبول آغاز شده است. این گفتگوها که با حضور نمایندگان آمریکا، ترکیه و ملل متحد میان حیات افغانستان و طالبان ادامه دارد، تا کنون به نتیجه مطلوب نینجامیده است. در این نشست ها همه جوانب تلاش دارند که برای تاثیرگذار بودن بیشتر نشست ترکیه بر روند صلح افغانستان روی یک اجندایی که بتانه بین هر دو طرف مذاکره دیدگاه مشترک و نزدیکی ایجاد کنه و به اساس خواست مردم افغانستان این روند رو به جلو حرکت کنه و روی سرعت و موفقیت روند مذاکرات در قطر تاثیرگذار باشه، کار صورت بگیره تا موجب تامین صلح پایدار و باعزت در افغانستان شود. اما همزمان با این مذاکرات جنگ و درگیری ها در افغانستان نیز به گونه کم سابقه افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 68 جنگجوی طالبان کشته شدند. طالبان نیز ضمن ادای وارد کردن تلفات بر نظامیان افغان گفتند که چاشت امروز چهارشنبه میدان هوایی ولایت کندهار را نیز آماج حملات راکتی قرار دادند. با این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که بارها از طالبان خواسته است که خشونت‌ها را کاهش بدهند. خب ما می دانیم که هیچ راه حل نظامی برای این وجود ندارد. ما می دانیم که یک آتشبس جامع و یک توافق سیاسی باید از طریق دیپلماسی حاصل شود و این دقیقاً همان چیزی است که سفیر خلیلزاد و تیم او درگیر آن می باشد. وی در حال حاضر در دوحه است و برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات و کاهش خشونت ها با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دیدار می کند. وی همچنین با شرکای بین المللی دیگر در حال ملاقات است تا بررسی کند که چگونه ممکن است که جامعه جهانی به بهترین نحو به دو طرف مذاکره کننده کمک کند تا این روند را تسریع کنند. در این میان رئیس جمهور افغانستان میگوید که دوام نظام مهم بوده و هدف وای پایان جنگ 42 ساله در افغانستان است، نه صلحی که مقدمه یک جنگ دیگر شود. آقای غنی با معرفی طرح صلح سه مرحله حکومتش گفت که طالبان از آتش بس حراز دارند. همینایی که طرح دارن از اینا پرسان کنین فامیل شما کجا زندگی میکنه؟ شما فعلا به کدام کشور اولاد شما هست؟ چقدر شما قربانی در این جنگ دادین؟ باید طرح اصلی از نمایندای ملت باشه، از خانه ملت باشه که همراه حکومت، همراه شورای عالی مصالحه شریک شوه، به او اساس باید تصمیم گرفته شود. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که بررسی طرح صلح رئیس جمهور غنی را آغاز کرده است. گفته می شود که در نشست استانبول یک طرح واحد در پیوند به صلح از سوی جمهوری اسلامی افغانستان ارائه خواهد شد. افغانستان در حال آماده نشست استانبول می شود که با گذشت هر روز مهلت خروج سربازان آمریکایی از این کشور در حال نزدیک شدن است. ائتلاف از چندین سازمان مربوط به خانواده های نظامیان بازنشسته آمریکایی نیز با فرستادن نامه به جو بایدن خواهان خروج نظامیانشان مطابق موافقتنامه قطر در اول ماه می از افغانستان شدند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. باز هم از افغانستان، شماری از خبرنگاران زن میخواهند که یک زن خبرنگار به نمایندگی از آنان در نشست ترکیه شرکت کند تا در صورت توافق احتمالی صلح با طالبان فعالیت آزادانه خبرنگاران زن تضمین شود. حکومت افغانستان میگوید که در مذاکرات با گروه طالبان متعهد به دفاع از حقوق زنان است، ولی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که جامعه مدنی و جنبش های زنان در چنین نشست های به حاشیه رانده می شوند. سمسام سیرت گزارش را در این مورد تقدیم می کند. نشست مشورتی وزارت دولت در امور صلح افغانستان با شماره از خبرنگاران زن در مورد روند صلح در شرایطی که تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران زن هر روز افزون می شود و اکثریت آنان نگران آینده کاریشانند. این زنان خبرنگار می خواهند در نشست ترکیه نماینده داشته باشند و در صورت توافق صلح فعالیت آزادانه ایشان تضمین شود. نشست پیش رو که یک نشست بسیار سرنوشت ساز بر افغانستان هست، نشست استانبول. در این نشست باید از خانمای خبرنگار یک
خانم به حیث نماینده در این نشست حضور داشته باشه و جریانات فهمیده و او را انتقال به تبصایر خبرنگارای خانم. قتل های هدفمند علیه بانوان خبرنگاران، علیه فعالان جامعه مدنی و نگرانی های هم وجود داره و ما امیدوار هستیم که چنین نشست ها بتانه تاثیرات خود را در قسمت نقش زنان در پروسه صلح داشته باشه. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اطمینان می‌دهد که از حقوق زنان خبرنگار در گفتگو با طالبان دفاع می‌شود. این نشست در حال برگزار شده که دیدبان حقوق بشر نیز گزارش داده که طالبان عمدن خبرنگاران و زنان فعال در رسانه را هدف قرار می‌دهند. طالبان هنوز به این گزارش پاسخ ندادند. به هیچ عنوان بر ما قابل قبول نیست که در آدرس دوم ما بشینیم خواستای خود بیان کنیم و او را باز با آدرس دیگه بفرستیم که ما اینی خواسته داریم. خواسته بانوهای خبرنگار در مجموع ایست که باید خود ما نماینده داشته باشیم در نشست ترکیه. باید خود ما صدای خود باشیم و مشکلات و خواستای خود خبرنگار بیان کنه. وزیر دولت در امور صلح در حالی که نشست ترکیه را در رابطه به سرنوشت گفتگوهای صلح به نهایت مهم میخواند، میگوید که در مذاکره با طالبان هنوز به مرحله نرسیدند که روی محتوای موضوعات بحث کنند. یک نشست بسیار فوق‌العاده در حضور جلال نائب رئیس جمهور داشتیم که نقشه رای سیاسی پروسه صلح بیان کردند و وقتی که راجع به قانون اساسی ما صحبت میکنیم این برای ما بسیار اهمیت دارد که نقش زنا ما از نقش زنا در پروسه صلح و در قانون اساسی دفاع میکنیم و دفاع خواهد کردیم. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور حداقل 30% زنان در مذاکرات صلح با طالبان شده است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون از عدم ارائه معلومات به مردم در مورد نشست ترکیه انتقاد کرده و گفته که برگزاری این کنفرانس با حضور نخبگان سیاسی مرد فرمول موفقیت نیست و سطح پایین مشارکت زنان قابل قبول نمی باشد. خانم اکبر گفته که این نشست تا 10 روز دیگر برگزار خواهد شد. سمسا مسیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. ناجی انوری رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح میگوید که زنان در کنفرانس استانبول حضور گسترده خواهند داشت. خانم انوری در یک مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزود که اجندای این کنفرانس هنوز نهایی نشده ولی گنجانیدن خواسته های اساسی مردم افغانستان از اولویت های کابل به شمار می رود. انتقاد های بسیار زیاد مطرح شده نسبت به این که آجندا با مردم هنوز شریک نشده. در واقع امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر این موضوع را بیان کرد و گفت که با وجود از اینکه چند روز مانده به نشست استانبول هنوز مردم افغانستان از جزئیات آجندا خبر ندارند. شما چی معلوماتی را میتونین از آجندای نشست استانبول با بیننده شریک بسازین؟ همونطور که در جریان هستین در دوحه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای قطر، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و همچنان سازمان ملل متحد نشست‌های پیهم را پیرامون چگونگی آجندای صلح افغانستان در کنفرانس ترکیه دارند و روی از اینکه آجندا شامل کدام موضوعات باشه بحث‌های متداوم جریان داره و خوشبختانه که تلاش همگانی تیم برزیز تا آجندا رقم ساخته شود که مؤثر روی روند صلح افغانستان و مخصوصا روی روند مذاکرات پیشرفت و سرعت و موفقیتش باشد. از موارد آجندا اگر به چند مورد اشاره بکنین مهمترینش از دید حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ آجندایی که قرار است برای کنفرانس ترکیه آماده شود البته معلوم دار که نظر جوانب مختلف در این رابطه گرفته میشه، اما هنوز یک موضوع تحت کار است، هنوز زیر بررسی و صحبت است تا کدام موضوعات مهم و اساسی برای مردم افغانستان که ارزش اساسی داره و اونا میخواین که در این راستا پیشرفت و موفقیت باشه شامل آجندای مذاکرات شود.
البته بسیار مهم است که در قسمت موضوع ساختار سیاسی افغانستان مشارکت مردم، حفظ ارزش‌ها، حفظ حقوق زنان، حفظ حقوق قربانیان و همچنان رسیدگی به اونا و همه حفظ آزادی بیان، همه میتونه مسائل باشه که از طرف مردم همیشه اینا مورد تایید و تاکید قرار گرفتن و اونا خواستن که این مسائل در داخل مذاکرات صلح اگر در دوحه است و یا در هر جای دیگر روی موضوع بحث میشه، این از موضوعات باشه که مردم افغانستان به طور متداوم سرش تاکید داشتن. خب شما از حقوق زنان گفتین و مسائل مختلف اجتماعی مدنی مورد تایید افغان‌ها صحبت کردین. انتقادهای دیگه هم صورت گرفته از نحوه پیشبرد این روند و همی که حضور زنان بسیار کمرنگ بوده، به خصوص به کنفرانسی که در مسکو به حال دایر شد اشاره میشه و اکنون هم مردم نمیدانن که چه تعداد از زنان افغان در این کنفرانس شرکت خواهند داشت و از زنان خبرنگار هم به خصوص نگرانی های ابراز شده در خصوص آینده آزادی بیان در افغانستان و آزادی مطبوعات. در این قسمت چی معلومات تازه میتونیم بر ما ارائه بکنین؟ آیا مشخص شده که چند زن در ترکیب تیم افغانستان به کنفرانس استانبول خواهد بود؟ در رابطه حضور زنا و نگرانی هایی که پیشتان وجود داره، در قسمت مذاکرات صلح در دوحه شما میفهمین که اینجا 4 خانم در تیم حضور دارن، اما حضور 4 خانم در تیم تنها منحصر به حضور همین 4 خانم نمیشه. در جریان مذاکرات صلح افغانستان از آغاز تا به حال ما همیشه صدای زنان را در روند صلح از دور و نزدیک داشتیم و اونا نظریات خود، نگرانی های خود و پیشنهادات خود با تیم مذاکره کننده شریک ساختن. از طرف دیگه موضوع زنان تنها موضوع مرتبط به 4 خانمی که در تیم مذاکره است نیست. تمام اعضای هیئت مذاکره کننده در قسمت حفظ حقوق زنان دستاوردهایشان در چند سال گذشته تاکید دارن و اونا خیلی مهم است. چنانچه شما گفتین در مسکو متاسفانه ما فقط 1 خانم داشتیم که اشتراک کننده بود. ما توقع داریم و همونطور که شما در جریان هستین صداهای زنا در این راستا با همصدایی کامل به خاطر اشتراک گسترده زنا در کنفرانس ترکیه که 51% جامعه افغانستان زنا تشکیل میده و در اونجا هم اونا میتونن نقش تاثیرگذار و اساسی روی روند صلح افغانستان و تضمین موفقیتش داشته باشن همچنان ادامه داره. از طرف هم به حال طرح‌های زیاد گفته شده که پیشنهاد شده که از حکومت افغانستان در کنفرانس مطرح شود و خب مشخصاً ارگ هم طرح‌های را پیشنهاد کرده و درباره از صحبت شده امروز. بعد دیگه که مطرح است در اجتماعی است که چرا تعداد طرح‌هایی که پیشنهاد میشه بسیار زیاد است و از جوانب بسیار مختلف است و چگونه میشه که تمام این طرح‌ها بررسی شود در این زمان کم و به یک اجماع برسند؟ پاسخ شما به این انتقادها چیست؟ ببینید در مورد صلح افغانستان خوشبختانه به خاطر تامین صلح در افغانستان اتفاق نظر وجود داره، ولی سر از اینکه چه قیمتی برای این روند پرداخته شود تا ما از جنگ به صلح برسیم هنوز یک اجماع بسیار کلی وجود نداره. طرح‌های مختلف وجود داره، طرح‌ها تحت کار است و همگی از اینا قرار است که در یک مرحله به یک چیز توحیدی و نهایی برسد تا در اون مرحله باز یک چیز واحد در کنفرانس ترکیه پیشکش شود از طرف جمهوری اسلامی افغانستان. خب صحبت های مطرح شده بود که اگر از جانب طالبان رهبرشان شرکت بکنه ریاست جمهوری افغانستان هم در این کنفرانس حضور خواهد یافت. در این باره چی معلومات تازه دارین؟ آیا هنوز برنامه همین است؟ معلوماتی که من دارم تا حال سطح اشتراک و ملول اشتراک افراد در کنفرانس نهایی نشده. بعد از اینکه این نهایی شوه باز جانب جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم خواهد گرفت که سطح اشتراک تیمی که از افغانستان می در کدام سطح باشد. امرالا صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت عاملان ترور یما سیاوش مجری سابق تلویزیون تولو و کارمند
کارمندان البته بانک مرکزی آن کشور خبر داده است. آقای ساله امروز در صفحه توییترش نگاشته است که این گروه 11 نفره از سوی نیروهای امنیتی در کابل بازداشت شدند. به گفته آقای ساله این افراد عضویت گروه طالبان را داشتند و در قتل یما سیاوش دست دارند. او همچنان گفته است که این شبکه 11 نفره گروه طالبان بسیاری از حملات انفجاری را در شهر کابل طرح‌ریزی و اجرا کرده است. از سوی دیگر امروز در سلسله قتل‌های هدفمند محمد اسماعیل سوهاک در ولسوالی پغمان هنگامی که از خانه‌اش به سمت کارش در حرکت بود از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفته است، ولی گروه طالبان مکررن توسط مقامات در رابطه با قتل‌های هدفمند متهم شدند. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید که کشورش شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام یا توافقنامه هسته‌ای جهان سال 2015 با ایران است. حسن روحانی که امروز در کابینه کشورش صحبت می‌کرد، همچنین گفت که برگشت به توافق هسته‌ای و اجرای کامل آن به نفع همه کشورهای امضا کننده این سند است. این اظهارات رئیس جمهور روحانی یک روز قبل از آن صورت گرفت که نخستین دور مذاکرات غیر مستقیم مقام های ایالات متحده و ایران روی هدف بازگشت و توافقنامه هسته‌ای یک روز قبل در ویانا پایتخت اتریش خاتمه یافت و قرار است دور بعدی آن به روز جمعه آغاز شود. تهران و واشنگتن هر دو مذاکرات را سازنده خواندند، ولی تلاش ها برای بازگشت ایالات متحده و توافقنامه هسته‌ای ایران در حال ادامه دارد که تهران امروز اعلام کرد که ذخیره یورانیوم غنی شده آن کشور به 55 کیلوگرم رسیده است، افزایشی که میتواند ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیکتر سازد. و اما در میانمار در ادامه سرکوبی معترضان ضد کودتا، امروز حداقل 13 تن در نتیجه گلوله‌باری نیروهای امنیتی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که چندین انفجار کوچک در شهر تجارتی یانگون رخ داده و یک فابریکا نیز با آتش کشیده شد. پس از کودتای نظامی اول ماه فوریه و آغاز اعتراضات علیه آن در میانمار، قوای امنیتی آن کشور بیش از 580 معترض را کشته و هزاران معترض دیگر را بازداشت کرده است. و اما از ترکیه، یک محکمه در ترکیه امروز چهارشنبه 22 نظامی سابق آن کشور را به اتهام نقش در کودتای نافرجام سال 2016 به حبس ابد محکوم کرد. بعد از کودتای نافرجام ترکیه که موجب مرگ 248 تن شد، سرکوبی‌های سیاسی و بازداشت هزاران تن در سراسر آن کشور آغاز شده است و نقش 497 نظامی به شمول محافظان ریاست جمهوری تحت تحقیق قرار داشت. تا حال هزاران نفر در سراسر ترکیه به حبس ابد نیز محکوم شدند. ترکیه فتح الله گولان، عالم مذهبی مستقر در ایالات متحده را به طرح کودتا متهم کرده است. اتهامی که از سوی این مخالف حکومت ترکیه به شدت تقبیه و رد شده است. برمیگردیم به گزارش‌ها از افغانستان. سمپوزیوم ملی تجلیل از 580مین سالروز تولد امیرعلی شیرنوایی، شاعر و وزیر دانشمند دوره تیموریان در ولایت هرات برگزار شد. مقامات افغان برگزاری چنین نشست‌ها را در گسترش روابط فرهنگی کشورهای منطقه مؤثر ارزیابی کردند. خلیل نورزایی در مورد این مراسم این گزارش را تهیه کرده است. این سمپوزیوم تحت عنوان سمینار بین المللی بازخوانی اندیشه های امیرعلی شیرنوایی با حضور مهمانانی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ایران، آذربایجان و ترکیه روز چهارشنبه در هرات گشایش یافت. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این سمپوزیوم که به گونه آنلاین با مهمانان صحبت می‌کرد، بزرگداشت از سالروز تولد امیرعلی شیرنوایی را تجلیل از یک فصل مهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خواند. تجلیل از علی شیرنوایی تجلیل از یک فصل مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای است. کشورهای منطقه در محور همکاری منطقه‌ای می‌توانند جایگاه و عظمت گذشته را احیا کنند. نگاه ما به جاده ابریشم نیز یک نگاه اقتصادی و فرهنگی است. تا این راه تاریخی بدل برای بزرگ توسعه فرهنگ و همکاری‌های پایدار گردد.
نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان نیز سمپوزیوم امیرعلی شیر نوایی را پل ارتباطی بین ازبکستان و افغانستان خوانده، گفت که حکومت و مردم این کشور در تلاشند تا برای آمدن صلح در افغانستان به گونه فعالانه در پروسه صلح کار کنند. ریاست جمهوری ازبکستان محترم شوکت مرزیایف میخواهند برای افغانستان کمک بکنند، مردم ازبکستان میخواهند کمک بکنند و بدین سبب ما امروز بسیار فعالانه در کمک و مساعدت بر پروسه صلح در افغانستان اشتراک داریم و امیدوار هستیم که با مساعی مشترک و کمک تمام جهانیان ما میتوانیم صلح و آرامی استوار را و جاویدان را به افغانستان بیاریم. از سوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفت که برنامه‌های فرهنگی از این دست می‌تواند بن‌بست‌های فرهنگی و سیاسی را شکسته و در کنار جنبه‌های علمی و تحقیقی باعث معرفی بیشتر بناها و آثار تاریخی افغانستان و رشد صنعت گردشگری شود. پیوندهای فرهنگی، ارتباطات فرهنگی خیلی تأثیر زیاد سر مسائل سیاسی، اقتصادی و در مجموع سر روابط کشورها دارد. اساساً روابط کشورها اگر استوار بر بنیان فرهنگ و استوار بر ستون فرهنگ باشد، به نظر ما تأثیرش سر تمام مسائل بسیار محسوس خواهد. امروز از 580مین سالروز تولد امیرعلی شیر نوایی، وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا در ولایت هرات تجلی به عمل می‌آید. سیاسیون اشتراک کننده در این برنامه می‌گویند که این برنامه می‌تواند نقطه وصلی برای همگرایی متقابل بین کشورهای همسایه به شمار رود. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. آباد هم از هرات. مقامات در هرات میگویند که برای مبارزه بنیادین با مواد مخدر، دسترسی کودکان روستانشین به تعلیم و تربیت باید افزایش داده شود. سید وحیدالله قتالی در مراسم افتتاح ساختمان چندین مکتب در ولسوالی کروخ ولایت هرات گفت که عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر و یکی از عوامل اصلی اعتیاد مبدل شده و یگانه راه مبارزه با این مزل افزایش سطح سواد در میان باشندگان مناطقی است که کوکنار در آن کشت می شود. این گزارش را معصومه حیدری تهیه کرده، ولی با این گزارش بخش دری برنامه خاتمه پیدا می کنم. همکارم شایسته سعادت میزبان شما در نیم ساعت بعدی خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. این مکاتب در آن بخش‌هایی از ولسوالی کروخ ولایت هرات اعمار شدند که علاوه بر ناامنی شاهد کشت کوکنار نیز بودند. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که برای ریشه‌کن‌سازی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر باید عرضه خدمات آموزشی در این مناطق بیشتر شود تا آگاهی درباره اضرار مخدرات افزایش یابد. سطح آگاهی این مردم که وقت بلند میره و مطمئناً هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ صحی و از لحاظ انسانی میفهمند که روی آوردن به زهر مواد مخدر و کوکنار چقدر ضرر میتونه داشته باشه. مطمئناً بلند رفتن سطح آگاهی مردم اولین عنصر. بر بنیاد سروی ملی استعمال مواد مخدر که در سال 2015 میلادی توسط حکومت افغانستان و اداره امریکایی آینل انجام شد، سطح اعتیاد به مواد مخدر در روستاها 3 برابر شهرها است. باشندگان روستاها میگویند که این مزل در آگاهی نداشتن از اضرار مواد مخدر که بی سوادی عامل آن است ریشه دارد. وقتی نقاط دو دست اگه مکتب ایجاد بود، طبیعیه که مصرف علم و دانش میشه، نیاز نیست که برای خلاف بره معتاد شوه یا قاچاق کنه یا قتل کنه یا دزدی کنه. جایی که مکتب نباشن، آموزش نباشن، جوانها و کسانی که درس میخونه اینا با مواد مخدر و سایر مشکلات دیگر رو میارن و با مواد مخدر و با نیروهای مسلح میپیوندن. اعضای شورای ولایتی هرات نیز بدین باورن که افزایش عرضه خدمات آموزشی در روستاها سبب بلند رفتن سطح سواد و در نهایت باعث کاهش کشت کوکنار و اعتیاد به مواد مخدر خواهد شد. ایجاد مکاتب میتونه یک امید، دریچه امید و توسعه و پیشرفت برای مناطق محروم داشته باشه. در این حال رشد فرهنگ، رشد تعلیم تربیت باعث جلوگیری از رشد شغلای تبهکاری و همچنین کشت مواد مخدر یا تجارت مواد مخدر میتونه باشه. بر بنیاد آمارها 11% از جمعیت افغانستان یا به مواد مخدر اعتیاد دارند و یا متضرر غیر مستقیم این پدیده هستند.
بخش اعظم معتادان نیز کسانی هستند که توانایی خواندن و نوشتن را ندارند. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.